دیدیم سناریو با بازی نیکولاس کیج، بریم ببینیم چه خبره. دیدیم سناریو جدیدترین فیلم آقای نیکولاس کیج، فیلمی که به صورت مستقل ساخته شده و میشه گفت یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های سالم هست. این فیلم در مورد یک پروفسور دانشگاه است که یک زندگی کاملا عادی و روتین داره، تا اینکه متوجه میشه شب‌ها داره به خواب افراد در تمام کشور میاد و همین باعث میشه که یک حاشیه جدید در زندگیش ایجاد بشه. دیدیم سناریو از اون دست فیلم‌هایی که بیشتر به مفهوم توجه داره تا فرم. در واقع فیلمی نیست که ادعای فرمیک داشته باشه، یک فیلمیه که خیلی ساده، به ساده ترین شکل ممکن میخواد قصهش رو روایت کنه و در اصل میخواد به اون مفهومی که مد نظرشه برسه. خب مفهومی که فیلم میخواد در موردش صحبت کنه یک مفهومیه که برای جامعه مدرن خیلی ملموسه، مسئله فرهنگ کنسل شدن یا در واقع فرهنگ وایرال شدن که اینا بندگی رب داره، فرهنگ تحریم شدن، تحریم کردن که خیلی ناجوره، خیلی اتفاق عجیب و غریبی هست در عصر مدرن. و فیلم هم داره سعی میکنه که با یک داستان شبه فانتزی به این مسئله بپردازه. خب نکته‌ای که خیلی جذابه توی همین اول بخش باید بگم که شما برای اینکه این داستان رو روایت کنید، یک داستان شبه فانتزی رو در واقع روایت کنید در خصوص فرهنگ تحریم، ابتدای امر باید شخصیت بسازید که فیلم به نظر این کارو به درستی انجام داده. شما نگاه کنید که فیلم وقتی آغاز میشه ما چند تصویر مختلف از پال داریم به عنوان شخصیت اصلی داستان. فیلم خیلی خوب این شخصیت رو برای ما معرفی میکنه، به ما نشون میده که زندگیش چطور بوده، رابطهش با بچه‌هاش چطور بوده، رابطهش با همسرش چطوره، اتفاقات روزمره‌اش چطوره، اشتیاقش چطوره، گذشته‌اش چطوره، و در مجموع یک پکیج کامل از این شخصیت ترسیم میکنه. اتفاقی که توی سینما ایران معمولا من چند بار در مورد صحبت کردم، گفتم که ما نداریم معمولا این رو، همیشه فیلم شروع میشه یک دفعه شخصیت رو میندازن به جان تماشاگر، میگه خب این اینه، در صورتی که شخصیت پردازی درست دقیقاً همینه. اینکه شما وقتی فیلم شروع میشه در ابتدای قضیه در یک مقدمه خیلی آروم بگی که مخاطب با کی کار داره، بگی شخصیت اصلی داستان کیه که تماشاگر بتونه اونو باور کنه، باش همراه بشه و بعد از اون تازه اتفاقات رو بهش بچسبونه. اگه این اتفاق نیفته تماشاگر هیچ ارتباط ذهنی داره با تماشاگر برقرار نمیکنه و ایراد محسوب میشه، اتفاقی که منظورم توی دریم سیناریو نیفتاده و ما خیلی خوب میتونیم با شخصیت پول به عنوان شخصیت اصلی داستان ارتباط برقرار کنیم. این از شخصیت پردازی که به نظرم خیلی اصولی، خیلی جذابه و میتونه یک الگوی خیلی مناسب برای فیلم سازای ما باشه. اما میرسیم به لایه دوم داستان، لایه‌ای که به نظرم خیلی حرفای مهمی داره میزنه، یک چند جای ایراد داره، در واقع خیلی دوست داره که به چند تا مسئله مختلف بپردازه، منتها زمان نداره، زمان مناسبی نداره که بخواد به همشون بپردازه. برای همین برخی اتفاقاتی که در فیلم میفته خیلی کوتاه و سرسریه، آزاردهنده نیست، نه اصلا چنین صحبتی نمی‌کنم، ولی شاید اگر تعدادش کمتر میشد، شاید اگر موضوعاتی که فیلم داره بهش اشاره میکنه کمتر میشد، با یک اثر سرراستر و منسجمتر مواجه میشدیم و میتونست یکی از کم نقص‌ترین فیلم‌های سال باشه. با این حال به نظرم فیلم خیلی خوب داره به فرهنگ تحریم اشاره میکنه. همونطوری که گفتم میگم قصه نیست که شما بخواید خیلی اعداد سینمایی بخواید بهش نگاه کنید، در واقع فیلم داره یک هشداری میده به مخاطبش در مورد فرهنگ تحریم. اینکه شما یک دفعه تصمیم میگیرید یک نفر رو مشهور کنید، یک نفر رو تحریم کنید، خیلی توی سال گذشته اتفاق افتاده به لطف شبکه‌های اجتماعی، و اینکه خب در نشون میده که یک آدم عادی تا چه حد میتونه زندگیش ویران بشه به واسطه همین احساسات کنترل نشده ما در شبکه‌های اجتماعی. اینکه یک آدم عادی مثل پال که تمام عمرش یک زندگی عادی داشته، یک زندگی شرافتمند، یک زندگی خیلی معمولی، خیلی خوب با خانوادهش، یک دفعه چطور تحت تاثیر بیماری‌های روحی روانی ما در شبکه‌های مجازی تبدیل به یک چهره مشهور میشه، به اوج میره و در همون اوج تخریب میشه. ولی خب در مجموع این یک فرهنگ جدیدیه در فضای مجازی، یک اتفاق جدیدیه که همه باش مواجه میشن و فیلم هم دقیقا داره دست میده رو همین موضوع. میگه که پل علیرغم اینکه اصلا فضای مجازی نمیشناسه، کلا اصلا مال این دنیا نیست، اصلا کل زندگی چیز دیگه ایه، ولی درگیر این فضا شده. اون مثال گورخری که اول فیلم میزنه، کلیت فیلم در واقع همونه، همون جمله است. اینکه خب گورخر در جمع یک مای بزرگ میشه، ولی اگه بخواد به صورت انفرادی دیده بشه میشه در واقع همون گاو پیشونی سفیدی که یک دفعه میتونه آماج حمله قرار بگیره.
و پل در فیلم اتفاق براش میفته. اولش براش خوشاینده، این شهرت براش جذابه، فکر میکنه که از این شهرت میتونه در راستای اهداف شخصیش استفاده کنه که اغلبشون علمیه، تقریبا همشون علمیه، ولی به زودی متوجه میشه که تمام آدمایی که دارن به تورش میخورن یه سری آدمای فرصت طلبن، یک سری آدمایی که میخوان از موقعیت سوء استفاده کنن، از شهرت اون سوء استفاده کنن و در واقع هدف دیگه هم ندارن و در واقع خودش اصلا برای این اهمیتی نداره. همونطور که گفتم این یک داستان مهمه، یک داستان مهمی که اینجا روایت شده، دیدنش جذابه. به نظرم فیلم خوب تونسته با اشاراتی که در طول فیلم به مسئله فرهنگ تحریم و وایرال داره از پس کار بر بیاد. گفتم یه جاهایی به مشکل برمیخوره، مثل اون دستبندی که اینا رو میبره توی از طریق یک ابزار، اینا رو رویا بافی میکنه، در واقع یک ابزار صنعتی. به نظرم یه مقدار زیاده رویه، حداقل در این داستان ساده به نظر میشد که این بخش رو، حالا این بخش تکنولوژیک رو میدونم این هشدار، این هم در داستان هشدار است که آقا شما چیکار میکنید با این ملت، ولی به نظرم شاید در این چارچوب خیلی نمیگنجید که ما بخوایم اون قضیه دستمند رو بیاریم که فرد بره در رویا و در واقع دستکاریش رو صنعتی بخواد رویا ببینه. با این حال بد نیست. و در واقع پیام انتهای فیلم هم اگرچه میتونم بگم یه مقدار کلیشه ای فرمه، ولی به نظرم انتخاب هوشمندانه ای میتونه باشه. شاید نباید خیلی انتظار زیادی از این قصه داشته باشیم، شاید خیلی نباید انتظار یک فوران ایده در مواجهه با وایرال شدن داشته باشیم. فیلم کماکان پناه میبره به اون مسئله این که عشق در نهایت همه چیز رو نجات میده، در نهایت عشق میتونه غلبه کنه بر پلیدی، بر تاریکی، بر تیرگی. پیام قشنگه. دهه هاست که چه از طریق سینما، چه از طریق حالا پلتفرم های دیگه این پیام داره مخابره میشه که شما با عشق میتونید به همه چی غلبه کنید. و فیلم هم در نهایت تصمیم میگیره به همین مسیر بره، این که بگه اوکی شما عشق رو دارید، عشق رو نگه دارید و عشق رو حفظ کنید. خوبه. در نهایت فکر میکنم باید یه مقدار انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. اینکه فیلم ایده خیلی خلاقانه داره، اینکه فیلم اجرای خوبی هم داره، باعث نمیشه بگیم که خب پایانش بود خیلی پایان خلاقانه تری می بود. شاید همین اشاره به عشق حداقل باشه این کسایی که توی فضای مجازی، مخاطبینی که توی فضای مجازی یک نفر رو الکی وایرال میکنن، یک نفر رو الکی بزرگ میکنن، کوچک میکنن، یا حتی نقشی در این قضیه ندارن ولی نفرت پراکنده، نفرت رو پخش میکنن، به خودشون بیان ببینن که عشق رو میتونن پیدا کنن. فارغ از کیفیت اجرای مناسب فیلم، باید اشاره کنیم به نیکولاس کیج. نیکولاس کیجی که فکر میکنم سال گذشته بود که یک فیلم ازش منتشر شد به اسم خوک، یک بازگشت خیلی خوب داشت به سینما پس از سالها ترول شدن در شبکه‌های مجازی، سالها بازی‌های فاجعه بار در فیلم‌های فاجعه بار، اغلبشون بعد ما آماتور بودن، حتی فیلم‌های آماتوری منظورمه. توی فیلم دریم سناریو کاملا به نقش میاد، کاملا بازی خوبی داره ارائه میده، تبدیل شده به همون نیکولاس کیجی که یک دو دهه پیش حداقل بازی خوبی ازش شاید بود. نیکولاس کیج همیشه بازیگر خوبی بوده و فکر می‌کنم انتخابش برای این نقش کاملا هوشمندانه است. نیکولاس کیج خودش کسی بوده که قربانی همین نفرت، وایرال شدن و مشهور شدن در فضای مجازی، نه به واسطه یه هنر بازیگرش که چند دهه است داره به ما نشون میده، صرفا به خاطر اون ریاکت و در واقع واکنش هایی که داشت در فیلم ها شاید بودیم و کاربران توی فضای مجازی رو تبدیل کردن به میم، یک سری میمای خیلی معروف ازش اومده بیرون و یک شباهت هایی بین نیکولاس کیج و پول فیلم وجود داره. به نظر فیلم خیلی هوشمندانه انتخاب کرده این بازیگر رو و نیکولاس کیج هم حقیقتا از پس کار بر اومده، واقعا بازی خوبی داره. خیلی سخته که این فیلم مستقل رو فکر کنیم که نیکولاس کیج بتونه کاندید اسکار بشه براش، ولی به نظرم اگه این اتفاق بیفته یه اتفاق ویژه برای نیکولاس کیج بعد سالها. با خوک میتونست این تجربه رو به دست بیاره، متاسفانه نشد، ولی امیدوارم که با دریم سناریو بتونه نامزد اسکار بشه تا بتونه اعتبارش رو دوباره پس بگیره. نیکولاس کیج همیشه بازیگر خوبی بوده ولی خب دیگه شرایط اقتصادیش باعث شده که تبدیل شه به یک میم اجتماعی. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که بی خود و بی جهت در فضای مجازی نفرت پراکنده نکنید و برید اون بیرون توی دنیای واقعی رو پیدا کنید و حالشو ببرید. دم شما گرم و خدا حافظ.